سلام، خوش اومدید. من احسان آملتوسی هستم. انتشار فیلمی از برخورد خشن پلیس با پناهجویان ایرانی در شهر دنیزلی ترکیه باعث شده بعضی از ایرانی‌ها در شبکه‌های اجتماعی از شرایط سخت و به گفته اونها ناعادلانه زندگی پناهجویان ایرانی در این کشور بگن. حتی عده‌ای معتقدن از وقتی که ثبت درخواست پناهندگی در ترکیه از کمیساریای عالی پناهجویان سازمان ملل منتقل شد به اداره مهاجرت ترکیه، رفتار با ایرانی‌ها هم تعویض‌آمیز شده. امروز میتونید اینجا در هشتگ شما تجربه خودتون رو از رفتار و وضعیتی که وجود داره در ترکیه در قبال پناهجویان برامون مطرح بکنید. از این راه ها ایمیل بزنید، اینستاگرام، تلگرام، واتساپ و توییتر هم هست، یا اینکه زنگ بزنید همین الان در تطبیق حضورتون در بحث زنده تلفنی ما هم داده خواهد شد. فعلا یک ویدیو با هم ببینیم از وضعیت پناهجویان. در این ویدیو بیشتر توضیح داده شده، همچنین صدای بعضی از مخاطبانی که در تلگرام با ما در تماس بودن رو هم میشنوید. اینجا واقعا داریم با خیلی بدبختی داریم دست و پنجه نرم میکنیم. از ایران فراری و اینجا هم توی باتلاق گیر کردیم. اصلا واقعا زندگی خیلی 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 سخت شده. میبینید اسپری فلفل چجور میزن؟ بگیر بشنگ بگیر کور شده بگیره. الان خیلی ها که دیگه بریدن را میفتن برن جی میزنن سمت دریا. رفیق خود من تو دریا غرق شد، از کشتی افتاد تو این قایقا. خیلی ها تو راه یونان کشته میشن. عده‌ای رو که میبینین اومدن برای اینکه اسمشون رو بخونن برای تمدید کارت شناساییشون که بعد توی این گوچه دارسی برن و بتونن باز تو صف وایسن و کارتشون رو بگیرن. ببینید الان در حدود چند ماه هستش که سازمان ملل کلن پاشو کشیده کنار از کار پناهنده های ترکیه و تمام اختیارات رو داده دست پلیس اداره مهاجرت ترکیه. اگر از کسی خوشش بیاد هیچی، اگر از کسی بعدش بیاد بدون هیچ بهانه‌ای داره دیپورت میکنه. برای عوض کردن مدرک شناسایی یا همون کارت کیملیک اقامت موقت ترکیه هم که دیدید چه رفتاری داره با ما میشه، کار اصلا نیست. اگر هم کار باشه، کارهایی هست که 12 ساعت هست و حتی از نصف حقوق هم کمتر به ما میدن برای این کارهای 12 ساعته. من و مادرم ساکن در شهر دنیزلی به مدت 4 سال توی یک اتاق زیر شیروانی داریم زندگی میکنیم و کرایه این اتاقی که در واقع میتونم بهتون بگم 3 متره به سختی پرداخت میکنیم و سوسیال شهر میگن تعداد یابانجی ها زیاده، نمیتونیم به شما رسیدگی کنیم. از طرفی تمام کشورها، آمریکا که کلن ایرانی رو راه نمیده، کانادا کلن خودش رو متمرکز کرده روی پناهندگان سوری، اروپا هم به همچنین، یعنی ما ایرانی ها فقط اینجا موندیم پشت درهای بسته همه کشورهایی که به خاطر ملیت ایرانی ما رو راه نمیدن به خودشون. ترکیه هم که نه کار هست نه پول هست. خب ما آخه برای اینجا زنده موندن آخه دست به چه کاری بزنیم که بتونیم پول درآمد داشته باشیم، که طاقت بیاریم زنده بمونیم تا روزی که آیا اینا کار ما رو درست بکنن و ما رو بفرستن به کشور سومی یا نه. و هیچ کس صدای ما رو نمیشنوه واقعا. بسیار خوب، این بخش از تجربه مخاطبان ما بود، کسانی که در ترکیه خودشون حضور داشتن یا به حال هنوز داره پرونده‌شون بررسی میشه. اما قرار است که تلفن ها رو بگیریم ببینیم که تجربه شما چیه. بذارید وضعیت پناهجویان ترکیه رو و جایگاه ترکیه رو اصولا در جهان از لحاظ تعداد پناهجویان با هم دیگه بیشتر بررسی بکنیم، ببینیم که در کجای جهان قرار گرفته. در واقع با نزدیک به 4 میلیون پناهجویی که در ترکیه به سر می‌برن، ترکیه در صدر کشورهایی که همونطور که اول برنامه هم گفتم به پناهجویان اجازه ورود به این کشور برای ثبت درخواستشون مطرح کردن. بنابراین از این نظر میشه گفتش که بیشترین تعداد رو در جهان داره. اما طبیعتاً این 4 میلیون حالا میتونیم یکم بیشتر صحبت بکنیم، ملیت‌هاشون مشخص بشه که چیه و اینکه ایرانی‌ها در چه جایگاهی قرار دارن. از این نظر اگر بخوایم بررسی بکنیم، بیش از 3.5 میلیون نفرشون، یعنی بیشترشون در واقع پناهجویان سوری هستن که در رتبه اول هستن نظر تعداد. بعد از اونها
پناهجویان افغان رو داریم با حدود 165 هزار نفر در جایگاه دوم هستند. رتبه سوم رو پناهجویان عراقی دارن با حدود 143 هزار نفر و البته ایرانی ها با 38 هزار نفر در جایگاه چهارم قرار گرفتن. لحاظ جنسیتی هم اگر بخوایم بررسی بکنیم و سن و سال، حدود 1 میلیون نفر از مجموع این پناهجویانی که حدود 4 میلیون گفتیم هستند بین سنین 15 تا 24 سال هستند و 60 درصدشون هم در واقع مرد هستند، جنس مذکر. اما یه نگاهی هم به نقشه اگه بندازیم بعد نیست از این نظر که ببینیم بیشتر پراکندگی جمعیت پناهجویان از لحاظ جغرافیایی در ترکیه چگونه هست. همونطور که در این نقشه میبینید در واقع در مرز جنوبی که با سوریه میشه گفت هممرز از ترکیه، در واقع یکی از مراکز، چند تا از مراکز اصلی پناهجویان رو میبینیم در شارلونفا یا گازیانتپ یا هاتای. از اون برم در استانبول در شمال غرب این کشور هم طبیعتاً جمعیت زیادی از پناهجویان اسکان داده شدن تا پرونده‌شون به حال بررسی بشه، رسیدگی بشه و اینکه اگر پذیرفته شدن احیانا در کشور سومی بخوان اونها رو بپذیرن. بریم رو خطوط تلفن. میلاد رو داریم از دنیزلی و سهیل رو هم از همین شهر دنیزلی. میلاد با ما تماس گرفته، میگه همون شخصی هستش که در ویدیوی اول برنامه هم دیدید، در واقع در اون صف ایستاده بود در مقابل اداره مهاجرت ترکیه و پلیس رفتار خشونت‌آمیزی باش داشته و در واقع اون اسپری فلفلی که خبرساز شد در مورد شخص میلاد بوده. ظاهرا میلاد یه مقدار بیشتر شرایطو بگو، چرا اصلا این اتفاق افتاد، اصلا توضیح بده که الان اولا که دنیزلی هستی ظاهرا اونجا به اشتباه فکر می‌کنم ازمیر نوشته، ولی توضیح بده که چی شد که اصلا پلیس دست به اسپری فلفل برد. من هم سلام خدمتتون عرض می‌کنم. ما برای تمدید کیملیکامون ما از چند شب قبل یا ماه قبل می‌ریم اونجا، می‌خوایم تا روز دوشنبه وقتی نوبتمون بشه. من هم طبق معمول مثل هر دفعه رفتم که از شب قبلش اونجا موندم، بیدار بودم که صبح نوبت هم بشه برم کیمیکم هم تعویض کنم. انتظامات اونجا هم که گفتم 150 نفر قراره امروز بهشون نمره شماره بدن که کیمیکاشون عوض بکنن. ما هم رفتیم، بعد چند دقیقه که همه رفتن تو 75 نفر رفت تو، انتظامات اومد گفت که ما فقط 75 نفر امروز چیم کنیم، بقیه برن هفته دیگه بیان. حالا چند نفرش این رفتیم اونجا، گفتیم آقا تکلیف ما چیه، ما که چند وقت موندیم یه حداقل شماره بهمون بدین که هر شب نه اینجا بخوایم، بدین فلان تاریخ حداقل بیاین کیمیکمون رو بگیرین یا کارشناسمون رو بگیرین. بعد گفت من یه مترجم اونجا بود، گفت من میرم با مدیر اینجا صحبت میکنم، مترجم کارمند همونجاست. ما منتظر بودیم که بره صحبت کنه جواب ما رو بیاره بده، که دو تا پلیس اومدن داخل بدون که اگه سوالی کنن واسه چی اینجا ایستادین. از پشت اومد جلو، همونطور که تو فیلم دیدی اسپری رو زد که خورد تو چش منو، که بعد اونم چش چند نفر دیگه هم خورد. خیلی ها بودن، تو فیلم فقط من بودم، خیلی ها بودن. پس فقط شما در واقع این رفتار باهاتون نشده. الان که وضعیت بیناییتون مشکلی نداره درسته؟ من چشم چپم در حال حاضر هنوز که چشم چپم تار نمیده یکم. امیدوارم که به هر حال مشکل هم زودتر حل شه. ولی فکر میکنید چقدر این رفتار رفتاری هستش که اصولا پلیس ترکیه در قبال پناهجویان داره، یا اینکه این مورد رو یک مورد استثنایی میدونید که به هر حال حالا اون فرد خاص توبیخ همینطور که میگن شده و طبق گفته هایی که در اخبار هست به هر حال پلیس با او برخورد کرده، این رفتار در واقع این فرد خاصه فقط یا فکر میکنید عمومیت داره؟ از موقعی که یوان اصلا کلا ما رو ول کرده، همه کارامون رو سپرده به پلیس، پلیس یه خیلی حس قدرتانه گرفته. میگم کینه که از ما ایرانی‌ها داره، از ما فارسی زبان‌ها داره، نمیدونم چه مشکلی داره. خیلی مخصوصا پلیس دنیزی، چون ما ایرانی هم اینجا زیاد هستیم تو دنیزی، خیلی رومون فشار گذاشتن. من نمیدونم چی شد که اومد اسپری زد، اصلا نه حرفی زد نه قبلش به اون تذکری داد، اومد فقط مستقیم اسپری زد. یه بچه کوچیکم فقط اونجا بود، مثل که مامانش مرفت بچه رو چی کنن، بچه رو هم برده که اسپری بهش نخوره، باتوم رو پرد که خورد تو کمر بچه. خانه خیلی بدی هم داشت بچه کوچیکه. حالا ما هم اونجا هم افغانی ها هستیم هم سوری ها هستیم، خیلی این اتفاق مثل من براشون اتفاق افته، ولی چون میترسن مثلا پلیس اونجا براشون مشکل رو وجود بیاره، چون الان همه پرونده هامون از جویان به دست پلیس رسید، یعنی مصاحبه همون همش با پلیس، خروجامون با پلیس، از این طرف هم اجازه کار بهمون نمیدن، یا اگه بخوایم جایی کار کنیم خارج از شهر بخوایم بریم اجازه خروج از شهر بهمون نمیدن، کمک مالیمون نمیکنن، یا کرایه خونه‌ای که حتی داریم اینجا خونه کرایه میکنیم نسبت به ترکا داریم خیلی هزینه گرونتر ما ایرانی. خب شما این شرایط رو میلاد قبل از اینکه در واقع برید برای ثبت درخواست پناهندگی به ترکیه مراجعه بکنید میدونستید، یا یعنی اینکه تصورتون یا توقعتون چیز دیگری بود و الان عملا اگر برگردید به گذشته شاید ترکیه رو انتخاب نکنید دیگه برای ثبت درخواست پناهندگیتون؟
من به خاطر مشکلی که تو ایران داشتم و نمیخوام بازگوش کنم به ترکیه پناه آوردم، به یوان پناه آوردم. مثلا ما هر کدوم که از پرنده که ترکیه اومدیم نیومدیم واسه اینکه یه زندگی بهتری برای خودمون درست کنیم. قطعا هممون تو ایران یه سری مشکلات رو داشتیم، جونمون در خطر بوده، اومدیم اینجا پناه آوردیم به این سازمان که اسم خودش مدافع حقوق بشر دونه، خودش محامی پرنده ها میدونه. ما اومدیم اینجا زیر نظر اینا که این دفعه اصلا نمیدونیم چی شد، این دفعه هممون رو رها کردن بدون که اصلا خودمون اصلا بخوایم پرنده‌مون رو سپردن دست پلیس. پلیس هم اصلا نه اطلاعاتی داره نه تجربه‌ای داره که بخواد از اون پلیس رو از اون مفتر. مثلا همین یه تعویض کیمیایی، یه تعویض کارشناسایی ساده که الان وظیفش پلیس هست داره به این نفع استفاده میکنه. بسیار خوب. پس فکر می‌کنید در مجموع مدیریت وضعیت پناهجویان توسط پلیس خوب نبوده؟ ضمن اینکه همونطور که گفتم میلاد از دنیزلی با ما تماس گرفته، میگه همون شخصی هستش که در واقع هدف حمله پلیس توسط اسپری فلفل قرار گرفته. سهیل هم از دنیزلی، ببینیم که سهیل از شرایط پناهجویان چی داره بگه. خودتون آیا پناهجو هستید؟ الان در چه مرحله پرونده‌تون و در مجموع این رفتاری که الان میلاد داشت میگفتش با پناهجویان ایرانی میشه، آیا شما هم تجربه کردید یا خیر؟ سلام خدمت شما. بله منم پناهجو هستم، مدت 5 ساله که در کشور ترکیه زندگی میکنم و دوستمون میلاد چیزایی که گفت کاملا صحیحه و من میخوام بهتون بگم که عمومیت داره. و ببینید مسئله پناهجوی ایرانی در ترکیه صرفا مسئله این یه برخورد پلیس نیست، مسئله خیلی فراتره. من در مورد خودم خدمت شما میگم، من یه پناهجوی دگرباش هستم، مال جامعه LGBT. من از کشوری اومدم که اونجا رفتار با LGBT ها بسیار بد بود. در قانون رفتاری که من داشتم، زندگی خصوصی من جرم قلم داد می شد. یکی مثل من نوعی چاره ای نداشت جز اینکه از کشور فرار کنه. مشکلات خانواده، مشکلات جامعه. بعضی انسان های سطحی نگر میگن خب اینا چرا ول کردن رفتن یک کشور دیگه، برگردین برین کشور خودتون زندگی کنین. این واقعا یه نگاه سطحیه، چون خیلی ها واقعا چاره دیگه ای نداشتن. به قول شما چاره شاید افراد نداشتن، ولی حالا که الان به اون کشوری که میخواستید مراجعه کردید، مثلا به ترکیه رفتید، آیا اونجا دست کم درک شد شرایط شما و اونطور که توقع داشتید باهاتون رفتار شده یا خیر؟ در مورد به خصوص مثلا جامعه دیگر باشان که بهش اشاره کردید، آیا پرونده ها راحت تر داره بررسی میشه یا اینکه نه همچنان ته صف قرار میگیرن اونطور که بعضیا میگن اولویت رو به کشورهای جنگ زده و مسائل دیگر میدن؟ ببینید اگر قرار بود به LGBT ها اولویت بدن، من الان من نوعی و بقیه دوستان من بالغ بر 5 سال نبود که در این کشور داریم زندگی میکنیم. متاسفانه بعد از اومدن آقای ترامپ و تعطیل شدن آمریکا به عنوان کشوری برای بازسکان، تمام پناهنده ها اینجا یه جورایی پا در هوا هستن، هیچی معلوم نیست چی قراره. چرا فهم کنید به شرایط آمریکا و ریاست جمهوری آقای ترامپ ممکن ربط داشته باشه؟ 100% ربط داره. چیزی که به ما ICMC اون نهادیه که مسئول بازسکان پناهجوهای ایرانی در کشور آمریکاست از ترکیه، اسمش از ICMC. جوابی که به ما میدن همین، وقتی باشون تماس میگیریم میگن به خاطر دستوری که رئیس جمهور داده ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، روال متوقف شده یا به شدت کند شده. فرای از این مسئله فقط مسئله بازسکان است، اینجا پذیرش LGBT رو اصلا ندارن مردم. حالا یعنی همین نکته که الان دارید اشاره میکنید سوال، ما یه ایمیلی هم امروز دریافت کردیم که در واقع محمد رضا فرستاده، گفته که من یک پناهجوی دیگرباش هستم که در خیابان‌های شهر از مردمان ترک کتک و آزار دیدم و برای اعتراض به اداره مهاجرت رفتم و گریه کردم، گفتم شکایت دارم. اونا هم گفتن برو خدا رو شکر کن که تو این کشور کتک خورد، که تو این کشور کتک خوردی، وگرنه تو کشور خودت اعدام می‌شدی و حرف من به اینجا نرسید و حقم هم پایمال شد. در واقع این رفتار به نظر میاد که خیلی فاصله داره با اون رفتار ایدئالی که توقع می‌ره مثلا کشورهایی که به هر حال احترام می‌ذارن به حقوق دیگر باشان بخوان داشته باشن. فکر میکنید چقدر این ریشه داره در همون فرهنگی که شما دارید میگید مردم عادی هم احتمالاً هنوز نپذیرفتن دیگر باشان؟ ببینید در کشور ترکیه تفاوتی که با ایران داره اینه که اینجا هم جنس گرایی قانونی اعلام شده، یعنی LGBT حق زندگی داره به عنوان یک انسان. اما تفاوت بزرگ اینه، در ایران من میخوام بهتون بگم حتی پذیرش مردم در ایران به مراتب بالاتره. در ایران بدترین رفتاری که با من میشد به عنوان یک گی که شاید یه ظاهر یه مقدار متفاوت دارم اینه که مردم در پارک، در خیابون، در مرکز خرید منو مسخره میکردن، این بدترین سقفش بود. اما در اینجا اگر مردم شما رو پیدا کنن یه جایی خلوت، یه فرصت پیدا کنن میگیرن شما رو میزنن، به قصد کش هم میزنن. تعداد زیادی از دوستان من اینجا کتک خوردن، چاقو خوردن. اینها مردم ترکیه
LGBT های خودشون رو میکشن. پارسال در 2018 چندین مورد ترنس رو در استانبول کشتن. خیلی کوتاه سوال، چون وقت زیادی نداریم، پلیس آیا این شرایط اجتماعی و فرهنگی که توصیف کردید رو در نظر داره وقتی که میخواد این پناهجویان خاص رو اسکان بده، دست کم به شهرهایی بفرسته که شاید اونجا کمتر این نوع رفتارهای هوموفوب یا همجنسگرا ستیزانه رو داشته باشن؟ ببینید، در ترکیه فقط 2-3 شهر، اونم 2-3 تا محله از اون شهرها پذیرش دارن نسبت به LGBT ها. استانبول، ازمیر، آنکارا، اونم یک محله های خاصه. و پلیس متاسفانه هیچ ایرانی رو، چه LGBT چه غیر LGBT، در این شهرها قرار نمیده. فقط شهرهای بسیار دور، شهرستانهای کوچک و مذهبی که به هیچ وجه پذیرش ندارن. الان دنیسلی شهرستان کوچک و به شدت مذهبیه، مردم اصلا پذیرش ندارن. بسیار خوب، خیلی ممنون از شما سهیل، مرسی که با ما صحبت کردید. از هر دو نفر تشکر میکنم. وقتمون زیاد نیست، چند تا توییت میخونم. رامین نوشته: من پناهجوی مسیحی هستم، بعد از 2.5 سال هنوز برای مصاحبه مقدماتی هم فرخوانده نشدم و خیلی‌ها خیلی سالهای بیشتر از من وضعیت مشابهی دارن. آرش گفته که اصلا وضعیت پناهندگان ایرانی تبعیض‌آمیز نیست به نظرش، فکر نمیکنه که این مشکل وجود داره. پروفسور هم نوشته که خود ترک‌ها از وضعیتی که تو کشورشون راضی نیستن، چرا ایرانی‌ها باید برن همچین کشوری که نه کار هست نه پول؟ به حال بحث این نیستش که ایرانی‌ها میخوان اونجا اقامت داشته باشن، ایرانی‌ها برای ثبت درخواست پناهندگیشون، چون شاید مشکل ویزا برای ورود به ترکیه رو ندارن، اونجا رو انتخاب میکنن. همونطور که گفتم، شبکه‌های اجتماعی این روزها پر بوده از واکنش‌هایی که به همین ویدیوی معروف برخورد پلیس داشتیم، و طبیعتاً از واکنش‌های مختلف و تجربه‌های خودشون گفتن. بعضی از این توییت‌ها رو برای شما انتخاب کردیم، ببینیم که در مورد وضعیت ایرانی‌ها در ترکیه چی داریم. اولی از فرهادی است، گفته که وضعیت پناهجویان در ترکیه به قدری بد است که بعضی‌هاشون ترجیح میدن برگردن ایران و به زندان برن. یکی از دوستانم بعد از سال‌ها معطلی برای رفتن به کشور سوم قصد داره برگرده ایران. یک سال بابت تبلیغ علیه نظام حکم داره، سازمان ملل کاری بکنه برای پناهجویان به نظرش. و البته اون هشتگی هم که دارید میبینید خیلی داره استفاده میشه توسط افراد مختلفی که در این مورد دارن الان تجربهشون رو میگن. مهدی نوشته: بیش از 5 ساله که در ترکیه به سر میبرم و با وجود داشتن قبولی از سازمان ملل، همچنان منتظر پذیرش توسط کشوری هستم. به باور به این سیستم ناعادلانه باعث شد که جاسوسان رژیم به راحتی به کشورهای امن بروند و کسانی که مشکل با جمهوری اسلامی دارن بلا تکلیف بمونن. نفر بعدی فریده که نوشته: بعد از 12 ساعت که مرز ایران به ترکیه رو پیاده پیمودم، قاچاقبر ترک گفت از اینجا تا آنکارا به پلیس بگو که افغان هستی، چرا که پیمان امنیتی دارند و در صورتی که بفهمن ایرانی هستی دیپورت میشی. به امید پناه حرکت میکنی، اما تازه میفهمی که اول راه بیپناهی هستی. مورد بعدی از پرستو گفته: ما و فرزندانمون رو رها نکنید، اینجا نقطه پایان شده برای ما، لطفاً دست یاریتون رو همراه ما و فرزندانمون بکنید. افسردگی گرفتن بچه‌ها، به خاطر فقر و اذیت فراوان در کشور ترکیه زندگی سخت در اینجا دندان‌هایمون را خرد کرده، فرزندانمون مانند شمع آب می‌شوند. و مورد آخر از امیر که نوشته: به امید روزهای بهتر از وطن خیش خارج شدیم، غافل از اینکه در ترکیه هم هیچ دادرسی نیست، 3 سال و 2 ماه گذشت. رامین یکی از کسانی که ما در تماس بوده، درباره شرایط کاریش برامون در ترکیه گفته، یه ویدیو برامون فرستاده، اونجا توضیح میده، میگه که خارجی‌ها کلاً وضعیت خوبی ندارن، رفتار خوبی باهاشون نمیشه و حتی با اینکه بیمه نیست، ظاهراً بخشی از کارهایی که اتفاقا خطرناک هست رو هم ترجیح میدن که این نوع افراد انجام بدن. با هم ببینیم. ادا نداریم ویدیو، فکر می‌کنم یه مشکل فنی داریم، ولی خوبیش اینه که احتمالاً الان خود رامین رو روی خط تلفن فکر می‌کنم داشته باشیم، دست کم از زبان خودش بشنویم که مسئله چیه. رامین، ما ویدیوی شما رو متأسفانه نشد پخش کنیم چون کیفیت در واقع صدا اصلا نداشت که حالا بگیم کیفیتش خوب بود یا بد، ولی خود توضیح بده، بگو که دقیقاً اون مشکلی که لحاظ کار هست، گفتی که ظاهراً شرایط اونجا جوریه که کارهای سخت و دشوار رو حتی با اینکه بیمه ندارید به شما میدن، کارتون چیه دقیقاً شما اونجا؟ من سلام عرض می‌کنم اول خدمت شما، عرضم به خدمتتون که اینجا معمولا اینجا افتاده واسه یه ترک‌ها که یابانجی ها یا با قول معروف خارجی ها به ترکیه اومدن برای انجام دادن کار سخت. کار ما هم کار ساختمونیه و من توی عکسی هم که ارسال کردم خدمت شما و فیلمی که ارسال کردم، بدون هیچ گونه وسایل ایمنی، حتی بدون بیمه، ما این کارا رو انجام میدیم چون مجبور هستیم. شما در واقع پس پناهجویی هستید که دارید کار میکنید، در واقع اجازه رسمی برای کار اصلا دارید یا خیر؟ نه متاسفانه اجازه رسمی برای کار نداریم. من
جایی که کار میکنم به صورت قاچاق یا سیاه دارم کار میکنم. و هیچ کمکی هم از طرف خود دولت یا سازمان ملل برای پناهجوی مثل شما تا قبل از اینکه پروندهشون پذیرفته بشه وجود نداره نه؟ متاسفانه این کمک ها برای ایرانی ها پناهجوی ایرانی نیست. تا جایی که من اطلاع دارم. چرا چه توضیح میدن؟ چرا ایرانی ها شامل این کمک ها نیستن؟ تنها در صورتی شامل کمک مالی میشن ایرانی ها، اونم اینه که خانواده بالای 5 نفر باشه. مثلا خانواده من که 3 نفره یه بچه کوچیک دارم به من این خدمات ارائه داده نمیشه و من مجبورم توی بازار سیاه بدون بیمه و با کمترین حقوق کار کنم. ولی دست کم پرونده شما رو پذیرفتن الان که بدون یه کشور سومی به زودی مثلا بهتون اجازه ورود میده یا خیر؟ نه متاسفانه، من اردیبهشت امسال 3 سال میشه که به ترکیه اومدم و روز اول که اومدم سازمان ملل خودم رو معرفی کردم، به ما قول حمایت داده شد ولی تا الان حتی یک زنگم به ما زده نشده و در صورت پیگیری هم که میکنیم، تماسی که میگیریم، در واقع جواب سربالا به ما داده میشه. چند وقت هم هست دوستان گفتن خدمتون که کلن سازمان ملل ما رو رها کرده تو ترکیه و از آینده مبهمی برخورداره. یعنی از اون زمانی که در واقع بررسی پرونده ها از سازمان ملل منتقل شد به خود اداره مهاجرت، آیا تغییر محسوسی دارید میبینید؟ مثلا پرونده در واقع دیرتر داره رسیدگی میشه، یا یعنی اینکه این رفتارهایی که الان ما در ویدیوها داریم میبینیم آیا رفتارهای فراگیری هست، عمومیت داره؟ تغییرش چی بوده این انتقال؟ تغییرش مسلما خیلی بدتر بوده. ما قبلا وقتی تماس میگرفتیم به ما جواب درست حسابی داده می شد، یا دوستانی که قبلا از من اومده بودن اینجا حداقل تا 3 سال یه تکلیفی ازشون مشخص شده بود، ولی الان 3 سال یه چیز خیلی معمولیه، اصلا عمریه که به باد رفته و اینو سازمان مهاجرت ترکیه قبول نمی کنه. یعنی منظورم اینه که اصلا نمی خواد بپذیره که ما اینجا اومدیم و مشکل داریم و خیلی راحت جواب ما رو با بدخلقی، بی‌اعتنایی و جوابای سربالا می دن. بسیار خوب، خیلی ممنون از شما. مرسی رامین که نظرتون با ما در میون گذاشتید. وقت زیادی نداریم، قبل از که با یاسمن از دنیزی صحبت بکنیم بذارید براتون این نظر رو که زمانی، کاربر اسم زمانی در اینستاگرام برامون نوشته بخونم. خواهش میکنم یاسمن گوش کنید به این نظر. گفته منم ترکیه هستم، آدم باید حرف حقو بگه. من موردی نداشتم و بسیار هم خوش برخورد و محترم بودن و هم مردمش هم پلیس و قسمت‌های اداری. در واقع این تجربه‌ای که داریم الان میشنویم تا اینجای برنامه، اکثر بینندهامون دارن میگن که رفتارها و برخوردها خوب نبوده با پناهجویان ایرانی، از نظر همه این نیست. یعنی کسانی مثل زمانی تجربه متفاوتی داشتن. فکر می‌کنید آیا واقعا میشه جمع‌بندی کرد و عمومیت داد به این رفتارها؟ ببینید، من فکر می‌کنم آقای خانم زمانی نمی‌دونم، از موردهای خیلی خوش شانس بودن توی ترکیه، ولی اتفاقی که داره مشخصا توی شهر دنیزی میفته خیلی متفاوته. یعنی این رفتاری که پلیس دنیزی با پناهجوها شروع کرده، پیامدش اینه که الان صاحب کارها هم توی محله‌های کار با پناهجوها رفتار مشابهی دارن. یعنی من میبینم بچه‌هایی رو که سر کار دارن کتک میخورن از دست صاحب کارشون. و هیچ راهی هم طبیعتاً برای اعتراض و شکایت نیست، برای اینکه به قول شما پلیس هم در مواردی برخورد مشابه داره. من خودم امروز توی پلیس یه درگیری لفظی داشتم و اینکه در مورد اینکه بخوایم پیگیری بکنیم، نه متاسفانه وجود نداره، چون ما اینجا کار سیاه میکنیم و تو محلهای کارمون هم میان برای در واقع چک کردن کارت شناسایی و اگر اونجا متوجهشن که منی که دارم کار میکنم پناهجو هستم، جریمه میشم. شما اگر یاسمن برگردید به عقب و بخواید دوباره این تصمیم رو بگیرید، با توجه به تجربه که تا این لحظه داشتید، همچنان اصلا این مسیر رو طی میکنید و اگرم پاسختون مثبت هست، آیا ترکیه رو انتخاب میکنید در ثبت درخواست؟ ببینید، یه جای اجبار وجود داره که شما مجبور به پذیرشه، یعنی ترک خاک وطنتون هستید، چون واقعا دیگه نمیتونید اونجا بمونید به دلایل امنیتی، به هزار یک دلیل دیگه. ولی با شرایطی که الان وجود داره مطلقاً، یعنی اگر من بخوام پیشنهاد بدم به کسی که بیاد، شاید بهش بگم برو گرجستان یا ارمنستان یا هر کشور دیگه‌ای که پذیرای پناهجو هست. نیازم اشاره کرد به اینکه ایرانی‌ها به خاطر شرایطی که وجود داره کار سیاه میکنن اکثرا اونجا و این رفتارها هم طبیعتاً به همین خاطر است. در واقع لحاظ قانونی انگار دستشون به جای بند نیست. توقع دارید پلیس در این شرایط چیکار کنه وقتی که قانون هم پشت شما نیست، برای اینکه خب طبیعتاً اجازه کار ندارید؟
حمایت بکنه. چطور؟ یعنی پلیس بر با استناد به قانون مگه نباید حمایت بکنه؟ منظورم اینه که وقتی شرایط این هست و سازمان ملل هم اونجا حضور نداره، مسئولیت نمیپذیره، واقعا از پلیس چه توقعی باید داشت در این شرایط؟ ببینید، ترکیه کشوریه که پذیرفته ما رو به عنوان مهمان موقت کشور خودش و یه سری شرایط برای ما تعیین کرده، مثل اینکه ما اجازه کار نداریم، مثل اینکه ما باید ماهی یک بار یا هفته یک بار به امضا بزنیم، یا ما اجازه خروج از شهر نداریم، اجازه کار نداریم. وقتی که یه همچین شرایطی رو پذیرفته و ما رو میتونست قبول نکنه و میتونه از این به بعد قبول نکنه این شرایط رو، ولی ترکیه همچنان داره برای منافع خودش پناهجوها رو میپذیره. این مشکل به نظر من اول از همه کشور ترکیه است و دوم سازمان ملله. بسیار خوب، احساس میکنید به هر حال حمایتی بعد از اون طرف دست کم وجود میداشت. یه خطی که جدید داریم که صحبتشو بشنویم، نگار فکر میکنم از استانبول. بله، ببینیم که آخر برنامه است. خیلی کوتاه اگر فقط از مشاهداتتون بگید و وضعیت ایرانیای اونجا. سلام، من میخواستم بگم که من فکر میکنم مثلا این یک داستان جدیدی نیست که توی ترکیه به وجود اومده و اصلا قضیه این نیست که پناهجوها توی این وضعیتن. کشور بسیار نژادپرستانه رفتار میکنه توی این کشور با مردم و اینکه کی نژادپرستانه برخورد میکنه؟ هم مردم و هم دولت این کشور. یعنی شما حتی اگر به عنوان یک شهروند بخوای وارد اینجا بشی و برای اقدام بکنی برای کیملیک توریستی یک ساله، باز هم برخوردها به همین ترتیب هستش. یعنی فرق نمیکنه که شما پناهجو باشی. قضیه اینه که فقط وقتی میفهمن پناهجویی، سوء استفاده ها بیشتر میشه، رفتار بدتر میشه، برای اینکه فکر میکنن که تو دیگه دستت به جای بند نیست، کسی از تو حمایتی نمیکنه. اخیرا خیلی بدتر شده، برای اینکه میدونن که ایرانی ها دیگه کاری نمیتونن بکنن و تنها حرفی که میزنن به ایرانی ها اینه که مگه کشور شما جنگ بوده که پاشادین اومد اینجا؟ کسی به شما اصراری نکرده که بیاین اینجا؟ شما کشور ثروتمندی دارین، برگردین همون جایی که بودی. خیلی کوتاه، ولی این برخورد مثلا در مورد افغان ها، عراقی ها یا سوری ها نمیبینید یا کمتر میبینید، درسته؟ نه اصلا اینطوری نیست. در مورد فارسی زبان ها بله، مثلا بیشتره. یعنی ایرانی ها الان در صدر قرار گرفتن. کلا که با پناهجوها بد هستن، ولی با ایرانی ها در حال حاضر فکر میکنه رفتار بدتر هم هست. خیلی ممنون، مرسی. با نگار و یاسمن هم خداحافظی بکنیم. آخر برنامه است، چند تا نظر از این صفحه براتون بخونم. عادل گفته من ترکیه هستم، هیچ آزار و اذیتی ندیدم، خیلی هم خوش برخورد هستن، حتی بهتر از کشور خودمون. اینم شبیه نظر زمانی بود. قزاقی نوشته که کسی که اینجا زندگی درست حسابی داشته باشه نمیره یه کشور دیگه تو کمپ زندگی بکنه. در ضمن بی‌انضباط ترین آدم‌ها خود ما ایرانی‌ها هستیم. محمد گفته که اغلب کشورها با پناهجویان بدرفتاری می‌کنن تا غیر قانونی وارد کشورشون نشن. کسی که بدون سرمایه وارد کشور دیگه میشه همینه دیگه. ولی اینا گفته که ما چه گناهی داریم؟ مجبور بودیم پناه بیاریم چون آواره ایم. این انصاف نیست. فهیمه هم نوشته خدای کشوری که در چهار فصلش همه امکانات رو داره، چرا باید مردمش در کشوری که زمانی حسابش نمی‌کردیم تحقیر بشن؟ مینا گفته که به نظرم اشتباه از اون جای شروع شده که مردممون به کشوری بدتر از کشور خودمون پناهنده شدن. به پایان بحث میرسیم، همچنان در توییتر اما جای بحث هست. @bbc شما شناسه ماست. خوب و خوش باشید، تا هفته دیگه.